خانم ها و آقایان، سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه. انشالله که خوب و خوش و خرم و سلامت رو تندرست هستید. باور بفرمایید من در تمام این طول 7 دهه زندگی هیچ وقت اندازی این روزها خبر مرگ و میر نداشتم. عجیبه ها، هرچی دوروبرش آدم نگاه میکنه میبینه دارن میرند. خب دیگه یه موقعی میشد که پدر من خدا بیامرز میگفتش که مریض بود، بستر بیماری بود، گفتم که ایران بود، گفتم که پدر بلند شو بیار آمریکا و اینجا به هر حال معالجت بکنیم. فرا گفت نه دیگه من باز برم. تمام دوستام رفتن، تمام نزدیکا و رفقا و فامیلایی که با من رفت آمد داشتیم رفتن، من دیگه برای چی بمونم تنها و بیام آمریکا تنها تر میشم. وقتی که اینو میگفت من درست حسش نمیکردم، ولی که این روزها دارم حس میکنم که واقعا روز به روز داری تنها میشی. با اونایی که سنشون البته بالاست، اونام که جوانترن توصیه میکنم که قبل این روزا رو بدونه. میگن آقا این بزرگ سرا همش نصیحت میکنن، همش نصیحت میکنن. خب بالاخره نصیحت میکردم و به اینا ایراد میگرفتیم، تجربه ای داشتن دیگه. حالا اگه منم دارم نصیحت میکنم اینه که قدر لحظه به لحظه زندگیتون رو باز ببینید. اصلا یک مینیمم هم کوتاه نیایید. همین امروز که البته خب خط و کشتارای مملکت یه طرف، این آقای خامنه ای که اصلا دستبردار نیستش که، مرتب عشقش اینه که اعدام بکنه. آقای مرتضوی یه زمانی رئیس زندانهای یا آخونده ها، نه اون سعید مرتضوی، زندان های اوین و نمیدونم گوهردشت اینا بوده، میگه که حالا اومده توبه کرده. تو خود رژیم ها میگه خیلی ها تو سال 67 بیگناه اعدام کردن و تعریف کنسه دختر بچه 16-17 ساله رو التماس میگه، میگه من توبه کردم، چه به منم زندان دادن، حالا میخوام من اعدام بکنم. میگم بذارید من برم پرونده تو ببینم. میگه از اون رفتم بیرون، اومدم یه میگه دختر دیگه نشوندن، اون اعدام کرد تو هم فاصله 4-5 دقیقه. و بعد این آخون میگه که در ایران هم هست، میگه که آقای خامنه ای دوست داره. خب لازم نیست که آخوندم میگفت که رئیس زندان ها بوده در زمانش 4-5 هزار نفر اعدام کردن توی یک دو هفته. ما میدونیم آقای خامنه ای از جمله حاله مثلا میدونیم، واقعا من خیلی 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 از نظر روحی آدم بهش فشار میاره. یکی از یه خانمی که دوست منه، همکار مطبوعاتی ما بوده، تو ایران پسرش اعدام کردن ماه پیش، سه هفته پیش. بعد برادر خانمه که تو آمریکا بوده از فشار روحی اون سکته میکنه. حالا فکر کنید که خانمی مجرد هم هست، پسرش تو ایران اعدام کردن، برادرش هم سکته میکنه. و آقای خامنه ای میگه که ما اینا رو که داریم اعدام میکنیم، اینا کسایی هستن که عوامل خارجی اون داستان زن زندگی آزادی رو به وجود آوردن. نمیگه زن زندگی آزادی، میگه اون اختشاش به وجود آوردن. یه عده هم فریب خوردن، یه عده هم ارازل و اوباش بودن. بعد پیش خودم فکر کنم اینه که حضرت آیت الله نمیشه از شما سوال کرد، میدونم قانون اجازه نمیدی که من از رهبر سوال کنم، ولی که به هر حال به عنوان یه انسان میپرسم که شما که بگید عوامل خارجی این کارا رو کردند، خب یه مهدکی این پسر بچه پیر فلک، بچه 7-8 ساله 10 ساله که کشتید، رنگین کمان، خدای رنگین کمانش ازش گرفتید، این به چه عامل خارجی رو وابسته بوده؟ این همه دختر و پسر اعدام کردید، تو خیابون رو کشتید، 500-500 نفر رو کشتید، خب یه مدرکی، یه چیزی آخه همه رو همش نمیدید رو هوا آدم حرف بزنه. اینا عوامل خارجی رو، خب یه دوتشونه بیارید مدرک، نه اینکه خب میارید و اعدام هم کنید، اعتراف کردید زیر فشار شکنجه، میگید بله این شیطان بزرگ یا سحنونیستا یا نمیدونم پیر
شیر پیر استثمار یا استعمار انگلیس، اینا عوامل اونا بودن. نه با مدرک بیارید دو تا نشونه ما بدید که آقا این کسی که شما کشتید یا دارید اعدام میکنید با مدرک درست حسابی، اینا عوامل خارجی بودن. و اون رئیس قوه قضاییه میگه ما اونا که قرار اعدام بکنیم میکنیم، هیچ وحشتی هم نداره. این این بعد خودمون میگم که هیچ وقت من اینقدر دور و برم ندیدم که آدم ها عزادار باشن. نگاه میکنم مادر دوستی که خدمت رو عرض کردم پسرش اعدام کردن، برادرش میشه بلافاصله یه هفته بعدش سکته کرد. بعد نگاه میکنم میبینم که همکار خودمون اونم یه دفعه قلبش ایستاد. بعد نگاه میکنم میبینم که سالگرد درگذشت مرجانه، مرجان خواننده‌ای که دو سال پیش فوت کرد، همین روزا بچه این روزایی مرجان در 12 سالمون بود، من و مرجان که در اطلاعات کودکان ما برای اولین بار در سالار اجتماعات روزنامه اطلاعات مرجان دیدم. 70-80 تا بچه های دختر و پسر دبیرستانی رو دعوت کرد و اطلاعات کودکان از هر مدرسه خواسته بود که شاید هایی که استعدادی دارن چیزی دارن معرفی کنن. حالا دبیرستان ما دبیرستان صاحب تهران ما رو معرفی کرد. اونجا من مرجانی دیدم. چرا میخواستن یک اولا میخواستن تو هر مدرسه یه خبرنگار داشته باشن که من شدم خبرنگار مدرسه خودمون. در ضمن میخواستن یه برنامه تلویزیونی برنامه کودک اطلاعات کودکان بذاره توی تلویزیون کانال 3، اون زمان تلویزیون ثابت پاسا. مرجان انتخاب شد به عنوان گوینده، اسم مرجان شهلا بود و منم انتخاب شدم. در 12 تا میخواستم اون 70-80 تا منم انتخاب شدم که رو برنامه تلویزیونی کودکان کار دستی یاد بدم. ما با هم دوست شدیم و دوستی بودیم که دوستی بودیم که ما هم زیاد حرف نمیزدیم چون مرجان زیاد حرف نبود، آدم ها دختر آرومی بود و ساکت بود و. ولی با یه دوست با یه دختر یه دوست بودش که الهه. حالا اون موقع مرجان گویندگی برنامه اطلاعات کودکان داشت، الهه خواننده بود، خواننده برنامه یه ارکستر بچه ها بودم میزدن. من مرجان رو 14 سالمون که شد از اطلاعات کودکان عذر ما رو خواستن، گفتن دیگه شما کودک نیست برید اطلاعات جوانان. خب مرجان و چند تا از دوستاش رفتن اطلاعات جوانان، من نرفتم. من رفتم اول صبح امروز، بعدش هم رفتم تهران مصور، بخواستم کار سیاسی رو اصلا اون 14-15 سالگی. من دیگه مرجان ندیدم، ولی که میدونستم که دیدم هنرپیشه شده بعد و بعد دیدم خواننده شده. همیشه تعقیب میکردم دیگه و هیچ وقت ندیدمش، 60 سال ندیده بودمش. تا اینکه 3 سال پیش توی یکی از مهمانی ها در همین شمال کالیفرنیا مرجان و ژورک شوهرش اومد، و ژورک میشناختم از ایران چون جفتم تلویزیون کار میکردیم، برای 60 سال هم دیگه دیدیم. من مرجان پرسیدم تو یادت من کی هستم؟ یادت میاد؟ گفتش که چطور میشه من یادم نیاد تو کی هستی؟ آدم این طور خاطرات قشنگ کودکیش یادش بره، من میترسیدم تو یادت نباشه من کی هستم. همین عکسی که میبینید الان من و مرجان و ژورک شوهرش داریم صحبت میکنیم، عکس قبلی هم که دیدید و بازم میبینید خانم من سرور و با مرجان و من که خیلی خوشحال بودم، من و مرجان که بعد 60 سال هم دیگه دیدیم، قرار شد هم دیگه بیشتر ببینیم، قرار بزن نشست خانوادگی داشتیم که با تصاویی وقت اتفاق افتاد و مرجان در گذشت. خب دیگه یادم همه اینا رو بغل هم دیگه میذاره، مجبور میشه سیاه بپوشه. نگاه کنیم به مرجان و بر میگردیم، نگاهی تازه داریم به پارسا، پارسای همکار عزیز من که رفت. خونه خالی، خونه غمگین، خونه سوت و کور بی تو، رنگ خوشبختی عزیزم دیگه از من دوره بی تو.
بچه‌ها رو، اما سایه تو پیدا میشنوم صدای شب رو، میگه اون که رفته اینجا. دستاتو میخونه حس خوبه با تو بودن، تو رگای من میمونه. حالا دست من تنها شعر دستاتو میخونه، حس خوبه با تو بودن تو رگای من میمونه. خونه خالی، خونه غمگین، خونه سوت و کور بی، حالا دست من تنها شعر دستاتو میخونه، حس خوبه با تو بودن رگای من میمونه. حالا دست من تنها شعر دستاتو میخونه، حس خوبه با تو بودن تو رگای من. Prestige, honor, excellence. These are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike. The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry through the most extensive and rigorous research process available. Candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%.
رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سنحوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استرنس کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سنحوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت زپ حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. کافه قنادی بی بی، حرف آخر در ارائه شیرینی های خوش و تر ایرانی، کیک های عروسی و تولد، انواع ساندویچ های ایرانی و آب میوه تازه با مدیریت ایرانی. کافه قنادی بی بی در تقاطع ساراتوگا و بلوار کایلی. تلفن 408-247-4888. صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند. صدف ثینز یا نان های ترد و نازک صدف در سنو، سسامی سید، آلمند و فلکس سید، بدون شکر و بدون پرزرواتیو، خوشمزه، مغذی و سالم. حتما امتحان کنید. صدف ثینز یا نان های ترد و نازک صدف برای تمام اوقات. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. دایموند، پرستیج و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانم‌ها و شاهدامادها، خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت‌گذاری، نمایشی از بهترین ساعت‌های مشهور جهان. آدرس 3911 استیونز کریک بولوارد، سانتا کلارا. تلفن تماس 408-241-3755. Unique sophistication and elegance, all with our one-of-a-kind handmade shawl and wraps. 818-207-5701. 818-207-5701. Something special for you and your loved ones. خب در مدتی که من حدود 3 هفته نبودم، برای تهیه گزارش تلویزیونی در اروپا بودم که به زودی گزارش تلویزیونی در یه برنامه، شاید دو تا برنامه 1 ساعته از تلویزیون پارس پخش بشه. در اروپا بودم که به من اطلاع دادن آقای مهرداد پارسا در گذشت. جا خوردم، خیلی جا خوردم، چون به نظر نمیمد که مشکل خاصی داشته باشه و بلافاصله تماس گرفتم که خبر شنیدم چی هست. گفتن که ایست قلبی کرده مهرداد پارسا و خیلی متاسف شدم. با بچه های دوستانم در تلویزیون صحبت میکردم، همه متاثر بودن. همین آقای امیر شهرتی، کارگردان فنی همین برنامه امروز من که اکثر برنامه ها رو دور طرفیشون کارگردانی فنی میکنه، دیدم مرتب داره گریه میکنه پشت تلفن. از فکر کنم از ایتالیا باش صحبت میکردم و خیلی متاثر بود. گفت سالم بود، دیروز برنامه رو اجرا کرد رفت، قرار بود امروز بیاد، هرچی بهش زنگ زدم جواب نداد.
به هر حال با کمک آقای مهندس شجر و بقیه دوستان تونستن به پلیس خبر بدن و رفتن اونجا دیگه. بله زیر دوش جان به جان آفرین تسلیم کرده. خب گفتم که مهندس شجر خیلی ناراحت، همه ناراحت بودن. گفتم شهرتی گریه میکرد پشت تلفن، گفت آقا من از ایتالیا به زنگ زدم به من صحبت کن بگو چی شده، چرا همش داری گریه میکنی؟ گفتش که 23 سال با پارسا کار کردم و سخت برام رفتنش. برخلاف مهندس شجره و آقای امیرخان شهرتی، من پارسا رو زیاد نمیشناختم. مهتاد پارسا رو اسمش رو میدونستم از ایران، چون میدونستم که در خبرگزاری پارس بوده در خرم آباد و بعدش هم رادیو خرم آباد که تأسیس شد پارسا اونجا در واقع در رادیو کار میکرد، رادیو خرم آباد. و اون چیزی که برای من جالب بود توی این 3 سال و خورده ای که من در تلویزیون پارس هستم، 3 سال و 3 ماه، من دقیقاً اگر اشتباه نکنم 2 بار آقای بهزاد پارسا رو ملاقات کردم شخصا رودن، و 1 بارم در نوروز باش مصاحبه کردم، نوروزی که کرونا بود و نمیتونستن همه بیان توی استودیو، از طریق اسکایپ یه گفتگو من اومد شجره با پارسا کردیم که الان هرچی گشتیم پیداش نکردیم که براتون پخش ها، بلکه به هر حال تمام رابطه من با مرتضی پارسا همین بود، یه مصاحبه تلویزیونی و 2 بار دیدنش. اما در همین دو نشستی که در واقع فیزیکی بود رو در رو بودیم و اون گفتگوی تلویزیونی، به 2 مشخصه مرتضی پارسا پی بردم، خیلی راحت میشد این تشخیص داد. 1، وطن پرستیش، بیریا ایران دوست داشت، بیریا برای اعتقاداتش مایه میذاشت، اعتقادش مخالفت با جمهوری اسلامی بود و در هر جایی که فرصت به دست می آورد شعارهای خودش رو میداد. بعضی وقتا من خبر نگاه میکردم، بعضی وقتا میدم که پارسا آخر خبر یا اول خبر شعار میده علیه جمهوری اسلامی، و یه دفعه گفتم که آقای پارسا گوها شما مسئول مدیر خبر، مدیر که نبودم، من سردبیر خبر تلویزیون بودید، خبر تلویزیون پارسو چطور میبینی؟ گفتم خبرتون خیلی خوبه، فوق‌العاده است، ولی ایراد کوچولو دارم به خودت. گفت چی؟ گفتم شعار نده آخه، تو خبر چه شعار میدی؟ گفت نمیتونم ندم، خبر هست، برنامه هفتگی هست، مجله هست، من هر جا هست باز احساسات قلبی خودم علیه حکومت و من جمهوری اسلامی به زبون نمیتونم جلو خودم، میدونم جاش شعار تو خبر نیست ولی نمیتونم جلو خودم. همونجا فهمیدم واقعا این انسان، این موجود یک ایران پرست و مردم دوست. 2، یک مشخصه دیگهش لازم نبود که من زیاد پارسا رو ببینم یا آشنا باشم، تداومش در دوستی بود. گفتم دوست من نبود، ما با هم آشنا بودیم، اسمش رو میدونستم از قدیم، میدونستم در خبرگزاری پارسه در رادیو خرم آباده، ولی که ارتباطی با هم نداشتیم. ولی که از روزی که این تلویزیون پارس به وجود اومد، این با مهندس شجره و تلویزیون پارس بود و دفاع میکرد و کاش ایستاده بود، با کم و زیاد تلویزیون پارس ایستاده بود. اونجا بود که به وفاداریش پی بردم. خب تلویزیون پارس اونقدر درآمد، اصلا درآمد نمیدونم حالا دارن یا ندارن، ولی که در اون شرایطی نیست که بتونن بر رفاه بر کارمندشون به اون شکل ایجاد کنن. خب همه دارن زندگی میکنن، ولی زندگی لاکچری که ندارن، که با حداقل دارن این تلویزیون رو میچرخونن. ولی این موند، پارسا با حداقل، خیلی از کسایی که در تلویزیون پارس بودن من دیدم دیگه تو این سالیان سال، خب شاید حقیقتش
40 سال من با مهندس شجر کار میکنم، از موزه تلویزیون و پاس و کیبل، و دیدم که این آقایون به ویژه مرتضی پارسا وفادار بود و تعصب داشت نسبت به تلویزیون پارسا و شخص مهندس شجره. روح شاد. ما یه چنین آدمایی رو می‌خوایم. وطن ما نیاز به پارساهای متعدد داره. وطن ما می‌خواد آدمایی که وطن پرست باشن و وفادار باشن. اگر ما تونستیم حد اکثر جمعیت مملکتمون رو تکیه کنیم بر وفاداریشون، نه امروز بگن با خون خود نوشتیم، از جون خود گذشتیم، یا مرگ یا مصدق، و فردا بگن جاوید شاه جاوید شاه مصدق موش گرفته حتوش آتیش گرفته، در این نمیده. ما اکثریتی بخوام که مثل پارسا باشن، وفادار باشن و به آنچه که دارند به خاطر مبارزشون بپذیرن و قناعت کنن. آخرین جمله پارسا رو گوش میدیم، آخرین زخمی که امیر شوقتی کرد و بعدش قرار بود فردا و یه وقت فردای دیگه نبود، آخرین جمله مرتضی پارسا: زی مهر افسون پاینده و پایدار خدا نگه. خیلی خوب، اجازه بفرمایید که بدون وقفه از دوستان روزهای جمعه دعوت کنم که باشند. معمولا روزهای جمعه آقای فاده پاشایی هست، آقای اردلان مقدم هست که در اولی از نظام پادشاهی، دومی از گروه چپ، و سومی آقای بیژن مل از چپه ملی که مثل که امروز هم ایشون جواب ندارن، نیستن، چون به هر دو هفته من نبودن فکر کردن که این هفته هم نیستم، من هستم. خیلی خب، برمیگردیم با دوستان و خدمت این عزیزان عرض سلام دارم و امیدوارم که در غیبت من همه چیز بر وفق مراد بوده باشه. سوال روز اینه که خب آقای مقدم آماده تر بودن، در آقای پاشایی را من میبینم که حاضر هستن، از آقای مقدم دارم یک سوال روز میکنم، اونم این که امروز همین الان که من دارم با تو صحبت میکنم، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که روسیه قرار است که یک کارخانه پهباد طرح ایران رو در این کشور بسازه، یعنی قرار شده که حالا پهباد ایرانی رو روس‌ها در کشور خودشون بسازن، اون طرحی که داشتن. سوال اولم از آقای اردلان و بعد آقای فؤاد پاشایی اینه که این وابستگی های ایران و روسیه ما رو به کجا داره میبره؟ خب میگن که آقای خامنه یک دورانی در روسیه بوده، در اتحاد جماهیر شوروی اون زمان، و دوره های تحت نظر کارگبه دیده ندیده، این شایعات هست. آیا واقعا داره آقای خامنه ای ما رو به صورت یکی از اقمار روسیه در میاره؟ داستان چیه؟ خدمت شما آقای پاشایی، آقای شهرتی و بینندگان عزیز، ببینید ما تو برنامه قبلی هم من ذکر کردم که یعنی اکثریت مردم الان یه اشتباهی میکنن که این روسیه رو با اتحاد جماهیر شوروی اشتباه میگیرن. گرایش شدید ایران به روسیه به این شکل الانی در واقع از دوران احمدی نژاد شدت پیدا کرد، خیلی شدید شد، و این توهمی بود که احمدی نژاد و دار و دستش به این داشتن که جمهوری اسلامی به زودی، میگم جمهوری اسلامی ببخشید، آمریکا به زودی نابود خواهد شد. احمدی نژاد در چند موردم این حرف رو زد و تکرار کرد، برای اینکه روسیه داشت قدرت میگرفت و اینا فکر میکردن مثل دوران جنگ جهانی دوم که قطبهای صنعتی و سرمایه‌داری عوض شدن، الان دوباره همه چی داره عوض میشه. همونطور که مثلا قبل از جنگ جهانی اول و دوم انگلیس سردمدار سرمایه‌داری در دنیا بود و بعدن آمریکا اینو تحویل گرفت، این پست رو تحویل گرفت از انگلیس، الان هم دوباره آمریکا داره میره کنار،
و نیروی مثل روسیه میتونه جای اونو بگیره و برای همین رفتن به طرف روسیه. حالا اینا اشتباهشون اینجاست که چیزی مثل جنگ جهانی اول و دوم بین جناح‌های سرمایه‌داری دیگه رخ نخواهد داد. اینا دیگه در هم آمیخته هستن، چنین جنگ‌هایی نخواهد بود و اینا فکر میکنن که مثلا پوتین با بایدن فرق میکنه. نه، اینا همشون در درون سیستم سرمایه‌داری جهانی قرار دارن، با اینکه با هم رقابت هم دارن. در مورد مثلا روی کار اومدن چین از لحاظ اقتصادی، همه الان اینو هی بزرگ میکنن که آره چین داره بیاد بالا، چین اقتصاد برتر دنیا میشه. به این دقت نمیکنن که تا چند سال پیش همین حرفا در مورد ژاپن زده میشد، ولی عوض شد. الان دیگه ژاپن به اصطلاح قهرمان مسابقه اقتصادی دنیا نیست، چین از اون جلو زده. به همین شکل کشورهای دیگه هم میان جلو. موضوع اینجاست که کشورهای سرمایه‌داری دیگه کشور ندارن، یعنی سرمایه‌داری جهانی ملیت نداره که ما بگیم این روس، انگلیس، آمریکاست. یک سرمایه‌داری جهانی در دنیا داره میاد روی کار که کسانی مثل پوتین، بایدن، رئیس جمهور چین، نخست وزیر انگلیس، اینا همه در درون این سیستم قرار دارن، مثل یک بازار طلافروش ها که عده زیادی طلافروش در اون هستن که با هم رقابت دارن، ولی در این حال مراقب و مواظب همدیگه هم هستن که بازارشون رو کسی دیگه ای نتونه بیاد خراب بکنه. اگه یه دزد یه بازار طلافروش یه مغازه‌شو بزنه، تمام طلافروش ها میان به حمایت اون کسی که مالش زده شده. در دنیای سرمایه‌داری هم الان همینطوره. ما نباید این اشتباه رو بکنیم که روس با آمریکا فرق داره، هیچ تفاوتی ندارن، بلکه دو تا جناح سرمایه‌داری هستند که با هم اختلافات داخلی دارن. آقا این جمله، این چیز بررسی خیلی قشنگ بود، یعنی خیلی راحت بگم جناب آقای اردلان، واقعا مرزهای سیاسی دنیا داره از بین میره. این که قشنگ گفتید، اقتصاد دنیا اقتصادی که ملیت نداره. نگاه کن مثلا فکر کن شل، قصدش اصل قضیه مثلا هلندی بوده، حالا بریم شل تمام دنیا هست. همه درست بگید، خیلی قشنگ گفتید، خیلی قشنگ. آقای فاده پاشایی، جنابانی ازتون چیه این نزدیکی ایران به روسیه چه مفهومی داره؟ خطراتش چیه؟ سوداش چیه؟ خیلی ممنون. با عرض ادب و احترام به شما و بینندگانتون آقای اردلان، من فکر می‌کنم که این به حساب سیاستی بود که از آغاز انقلاب شروع شد، از آغاز بهمن 57 شروع شد، سیاست مخالفت با آمریکا که در جمهوری اسلامی پای گرفت. و خب طبیعی بود در اون زمان و در اون پریود حساب زمانی روسان کمونیست و چپ به حساب بسیار به این آتش دمیدند. خب چون دولت دو قطبی بود، ولی شما اگر نگاه کنید بود آمریکا بیشتر رابطش مثلا با سوریه که با آمریکا بده، با ونزوئلا که با آمریکا بده، با یمن که با آمریکا به طور مشکل دارن، با روسیه است و فکر میکنه که میتونه از ابزار روسیه استفاده کنه. در حالی که روس‌ها حقیقتا به نظر من امروز ایران رو به عنوان مستعمره خودشون نگه داشتن. رفتارشون، برخوردشون، منششون مستعمره هم خیلی بدتره. شما دیدی وقتی که به حساب رئیس جمهوری برای ملاقات با پوتین با چه به حساب افتضاح این رئیس جمهور ایران رو از در آشپزخونه بیرونش کردن، یا وقتی که به حساب وزیر امور خارجه با ملاقات وزیر امور خارجه به حساب روسیه و بهش گفت چه دمدار شده بود، فکر کردم میام دمدار استقبالت، یعنی با یه حالت خیلی توهین و حالت خیلی به حساب پایین دست با اینها صحبت میکنن. و خب نشون طبیعیه که در اقتصاد هم اثر داره. اونها میدونن که ایران منتظر، اونها میدونن که ایران محتاج بشونه، ولی همین تمام به حساب ابزارها رو استفاده میکنن برای اینکه بتونن ایران رو بدوشن. و مطمئنا روسا ثابت کردن که به حساب روسی نیستن که تا پایان کار در کنار کسی بایستن. و روزی که به حساب این مسئله سرنگونی جوشه جدی‌تر بشه، مردم در صحنه باشن، روسا مثل آب خوردن ها رو رها خواهند کرد. در حالی که ما فراموش نکنیم روسا وقتی که خیزش مردمی و به حساب ناراضیت عمومی شروع شد و به حساب مشکلات اقتصادی کمر اتحاد جماهیر شوروی شکست، خود روسا نتونستن خودشون رو حفظ کنن. چه برسد که امروز به حساب جمهوری اسلامی سعی میکند ابزار روسیه برای همشکستن روحیه مردم استفاده کنه که آقا ما روسیه پشت ما،
و فکر نکنیم ما به راحتی ها میرویم و از این ابزار روسیه پشت ما رو سعی میکنیم به حساب استفاده کنه در داخل به همین دل به روسیه باجی رو که باید بدهد میدهد و بیش از آنچه که باید بدهد اون باج رو میدهد. من معتقدم که جمهوری اسلامی با سیاست جهانی که داره بود چاره ای نداره جز اینکه به حساب دنبال روسیه برود، بلکه هیچ کس دیگه در دنیا حاضر نیست با این بی اخلاقی بی اصولی بی رفتاری جمهوری اسلامی باش کنار بیاد و باش ما ماشات کنه و اگر هم دست این کار بکشه متحدین منطقه شد که تمام به خیلی معذرت میخوام لغات اتفاق کنم لومپنهای منطقه حتی رو از دست خواهد داد. ممنون. حالا اجازه بدید که پیام رو ببینیم و برگردیم ببینیم که آیا اون آرزوی اصولا حزب کمونیست روسیه اتحاد جماهیر شوروی معذرت گفتم روسیه اتحاد جماهیر شوروی داره تحقق پیدا میکنه یا نه و ما به چه سمتی داریم میریم با این مسائل نظامی و وابستگی‌های نظامی شدیدی که به روسیه پیدا کردیم. و پیام رو میبینیم برای سال بعدی من شما آقای نیمی. Insurance companies and big business have attorneys working on their side. You should have an attorney on your side too. We have successfully prevailed against big business and every major insurance carrier. We know what it takes to win. We have cutting-edge legal research software providing us with immediate access to the most recent changes in the law which could affect your case. We're a modern paperless law firm. Our top-of-the-line case management system allows us to flawlessly manage your case from inception to conclusion. Our phone lines are available 24/7. All emergency inquiries are handled right away. Our clients have access to texting, email, and phone call to our entire staff. We believe in justice. We believe in advocacy. We believe in competent attorney representation at no cost to you. Whether your injuries are minor or catastrophic, or you've suffered the loss of a loved one, we're here for you because your injury is our fight. بازار مدیترانه از کایلی بولوارد روبروی قنادی بیژن به شماره 4360 استونز کریک بولوارد روبروی هاندای استونز کریک جنب ران تیبل پیزا نقل مکان کرد. بازار مدیترانه مثل همیشه با بهترین مواد غذایی و تازه ترین میوه‌جات و سبزیجات در خدمت شماست. در بازار مدیترانه نداریم نداریم. رسیدی رستوران ما در کنار سوپرمارکت با بهترین غذا و آماده پذیرایی از شما خواهد شد. رستوران و سوپر یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استونز کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت نیویورک، انجام کلیه امور مهاجرت از جمله گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج، فامیلی، پناهندگی و جلوگیری از اخراج، اخذ ویزا از طریق کار و سرمایه گذاری، انتقال قانونی پول بر اساس قوانین اوپک، تنظیم قراردادها و ثبت شرکت‌های تجاری و بازرگانی. با دفتر دکتر جمشید ایرانی با تلفن 212-683-7700 تماس بگیرید. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
کافه قنادی بی بی، حرف آخر در ارائه شیرینی های خشک و تر ایرانی، کیک های عروسی و تولد، انواع ساندویچ های ایرانی و آب میوه تازه با مدیریت ایرانی. کافه قنادی بی بی در تقاطع ساراتوگا و بلوار کایلی. تلفن 408-247-4888. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم‌نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن هوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دی جی. تلفن 408-866-6400. گل فروشی بلکستون با مدیریت رامیار سیاسی، برنده جهانی طراحان گل. زیباترین تزیین و طراحی انواع گلها جهت جشنهای نامزدی، عروسی، تولد، مناسبتهای گوناگون و مجلس ختم. تلفن 408-771-6140 در شهر ساراتوگا جنب قنادی بیژن. با سلام مجدد برمیگردم به خانه‌های پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما. خانم آقای ایرانی هموطن بسیار بسیار عزیز و گرامی، یکی از آخوندها چند پیش گفتش که ما به زودی جزء ابرقدرت‌های جهان میشیم، جزء پنج قدرت بزرگ جهان. تکیه این آخوند بر این بودش که ارتش ایران یا در مجموع وقتی که ارتش یعنی سپاه و ارتش و نیروهای انتظامی اینا به چنان قدرتی دارن میرسن که همسنگ با قدرت‌های بزرگ مثل روسیه و آمریکا و انگلیس و فرانسه و غیره خواهند شد، آلمان. خب این وابستگی امروز من می‌بینم که از طرف وزارت امور خارجه آمریکا با نگرانی تلقی میشه و این تنگاتنگ شدن همکاری‌های نظامی روسیه و ایران مخل آسایش آمریکا شده. خب طبیعتاً روسا هم قراره که به ایران سخوی جنگی بدن، چون میدونید که در 15 سال گذشته فروش اسلحه به ایران از طرف سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد منع شده. اما روسا بعد از ماجرای برجام و به اصطلاح از بین رفتن اون محدودیت از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد معتقده که حالا میتونه به ایران سلاح بفروشه. و از طرفی هم خب از نظر مسئله موشکی ایران خب پیشرفتاری داشته. بفرمایید که آقای اردلان، این قدرت نظامی جمهوری اسلامی با چه قیمتی تموم شده و نتیجه چی خواهد شد؟ یعنی سبب میشه که مثلا ایران به جایی برسه، جمهوری اسلامی به جایی برسه که از نظر اقتصادی تکیه کنه بر این قدرت نظامی و به اصطلاح اوضاع اقتصادی سرسامان بده؟ نظرتون چیه؟ ببینید جمهوری اسلامی از که خودش
با گردن کلفتی داره حکومت میکنه، با زور داره حکومت میکنه، خیال میکنه که بزرگ شدن در دنیا، کشور بزرگ و ابرقدرت شدن فقط با نیروی نظامی و با سلاح، در حالی که اینطور نیست. اگر ببینیم که آمریکا ابرقدرت در جهان، نه به خاطر فقط نیروی نظامیشه، به خاطر اقتصادشه. شما الان فقط بودجه درآمد شرکت اپل رو با بودجه کل ایران مقایسه کنید ببینید چقدر تفاوتش. آمریکا به این اقتصاده که تکیه داره. یا روسیه وقتی که ابرقدرت بود تکیهش فقط به بمب اتم و موشکاش نبود، روسیه به تمام دنیا، به اکثر نقاط دنیا داشت سلاح می‌فروخت و از لحاظ سیاسی حمایتشون می‌کرد. و ایران همچین قدرتی رو نداره. اینها فقط فکر میکنن چون مثلا چند تا موشک دارن و یه قدرتی دارن، قدرت نظامی پیدا کردن، میتونن بشن ابرقدرت دنیا، در حالی که اینطور نیست. خود ایران با همین ادعاش الان برای سرکوب مردم ایران محتاج لوازمات از کره جنوبی و برزیله. اکثر لوازمات سرکوبی که در ایران استفاده میشه ساخت کره جنوبی و برزیله، یعنی خودش حتی قادر نیست اینها رو بسازه. و اینی که میکنه که ما هواپیما داریم و پهپاد داریم، یا ببخشید هواپیما که نه، موشک داریم، اینا هم با تکیه به تکنولوژی خارجیه. بله ما میسازیم، ایران میسازه، ولی نه با تکیه بر تکنولوژی داخلی. این مهمه که اون کشوری که سازنده این تسلیحاته چقدر از این تکنولوژیش تکنولوژی خودشه. اون تکنولوژی فقط سر هم کردن قطعات نیست و یا برنامه نوشتن کامپیوتری نیست برای اون دستگاه، بلکه اینه که شما در ریزترین نکاتش، در چیپستاش، در کارهای دیگرش، در همه اینها، در موتورها خودتون بتونید مستقل باشید. ما با این همه ادعایی که جمهوری اسلامی میکنه میبینیم که یک ماشین خودروی داخلی نمیتونه بسازه که 100% ساخت ایران باشه، یا میبینیم که یه دونه هواپیما نمیتونه بسازه، حتی هواپیمای کوچیک مسافربری که ساخت خودش باشه، چون نداره همچین تکنولوژی رو. به واقع طبق اونی که مردم در زبان مردم، جمهوری اسلامی با تکیه بر خالی بندی هایی که مثل لاتا و گندلات های تهران میکردن یه زمانی تا خودشون رو گنده نشون بدن، داره تو جهان سیاست خود نمایی میکنه. اینا اکثرش چیزاییه که واقعیت نداره، یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه این کارها رو به واقعیت برسونه و تمام این خرج هایی که میکنه از جیب مردم بیچاره است. مردم دارن فقیرتر میشن تا جمهوری اسلامی قیافه یه کشور قدرتمند رو بگیره، اون هم فقط با نمایش سلاح. آقای فاده پاشه، نظر جناب علی چیه قربان؟ به من فکرم دو میسرمی چون در داخل تونسته است به حساب اقلا در 15 سال اول به ضرب خشونت، کشتار و زیر فشار گذاشتن مردم استفاده نیروی به حساب سرکوب اسلحه‌اش موفق باشه، فکر میکنه که به حساب در همه دنیا، به حساب به ضوابط جهانی هم با همین ترتیب بیچرخد، با قولچماقی گردن کلفتی. امروز از قولچماقی و گردن کلفتی نظامی هم خبری نیست. تا وقتی هوا به حساب نیروی هوایی کار نمیکنه، وقتی شما به حساب تازه مجبوری حالا بعد از سالها به حساب به سرخوی روسا متوطن بشید، وقتی نیروی زمینی به حساب تانکت کار نمیکنه، طالبان میاد و چند نفر به حساب نیروهای به حساب مردی ایران رو میکشه و شما اینا جرأت نمیکنن که به حساب در برابر طالبان بیستن و با یک اقتداری رفتار کنن که او بفهمه که طلب چیه، و طالبان به حساب با این متکی و خنده به اینها رفتار میکنه. من نمیدونم اقتدار اسمش چیه دیگه. اقتدار این است که شما مثلا برید توی در سوریه دو تا مدرسه رو مثلا بمب بزنی، بچهای مردم رو بکشی، بعد بتونی بگی اقتدار، یا در تهران مثلا بچهای مدرسه رو مثلا سمپل به تو باستان آغشته کنی، بتونی بگی اقتدار. فقط واقعا چیزی بود به اسم اقتدار در مورد جمهوری اسلامی نه عمل میکنه، نه کار میکنه، نه معنی میده، نه اصلا وجود داره، بلکه به حساب او تلاش میکنه که با این بادی های جهانی، با دست پیدا کردن به بمب اتم، جهان رو بترسونه، جهان رو به وقت بیا اگه من بمب اتم دارم که با من سر به سر بزنید، من متاثر به بمب اتم میشم، پس من رو رها کنید، بده من هر کار دارم میخواد در داخل بکنم، در دور بر منطقه بکنم، یمن و لبنان و حماس و بسیار غزه رو بسیار به آشوب بکشم و شما با من کاری نداشته باشید. من فکرم که بسیار زمان این کار گذشته، دوران این کار چه در داخل و چه در خارج تمام شده
اگر مذاکرات که امروز اینها در با دولت بایدن دارن میکنن، در اون هم به نتیجه برسد و حتی پولی که تماماتش از 20 میلیارد به حساب آزاد بشود، اتفاقی در ایران نخواهد افتاد. ما فراموش نکنیم در زمان آقای اوباما 175 میلیارد دلار گفتن که آزاد شده، ولی سری سوزن یعنی 175 میلیارد رو مردم ایران ندیدن. مردم ایران در زندگی خصوصی خودشون حس نکردن، در اقتصاد کشور دیده نشد. قبل اینکه این پول ها آزاد بشود، چه اون 175 میلیارد چه این 25 میلیارد که دارن صحبتشو میکنن، به قدری جیب براش به حساب آقازاده ها دوختن و به قدری فرماندهان سپاه براش جیب دوختن و به حساب جلو جلو هزینه کردن که چیزی دست مردم ایران رو متاسفانه نخواهد گرفت، ولی مردم به تر همه میدونن و به همین دلیل است که من معتقدم اینها نمایشاتی بیش نیست، برای گذران وقتشون، برای به حساب زمان خریدن، برای جیب پر کردن و مردم ایران به زودی تکلیفشون رو باید حکومت مشخص خواهند کرد. البته خدمت عرض کنم که چند ساعت پیش وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که مذاکرات پنهانی در مورد این مسئله که ما پولی به جمهوری اسلامی بدیم کذب محض و در واقع چیز برای خبر انحرافیه، در این جمله رو بگم خبر انحرافی بودی که منتشر شده و چنین چیزی نیست و ما پولی به ایران نخواهیم داد. حالا سوال بعدی من یا آخرین سوال من اینه که زمانی که اتحاد جماهیر شوروی در اوج قدرت بود، در کنگره حزب کمونیست این سوال مطرح شد، زمانی که خروشچف نخست وزیر بود، پرسیدن که خب تکلیف ایران چی میشه، ما باید به آبهای گرم دسترسی پیدا کنیم، چه در واقع ما میتونیم که ایران رو جز اقمار خودمون بیاریم. خروشچف در اون کنگره گفتش که باید صبر کرد، ایران مثل یک درخت سیبیه که باید صبر بکنیم سیبا گندیده بشن خودشون از درخت میفتن، یعنی میفتن تو دامان کمونیسم ژاپن و ما به اون آرزومون میرسیم. آقای اردلان، الان آقای با سیاست های آقای سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، آیا داره اون خواسته حزب کمونیست و پاسخ نیکیتا خروشچف نخست وزیر زمان اون کشور داره جامعه عمل میپوشه؟ ببینید، زمانی که این حرف زده شد زمانی بود که اتحاد جماهیر شوروی در محاصره کامل قرار داشت و روی همین تز که نذارن روسیه به آبهای گرم دست پیدا بکنه، برژینسکی تز کمربند سبز اسلامی رو داد دور در دور اتحاد جماهیر شوروی که اجرا کرد. آیا الان روسیه فعلی واقعا احتیاج به این دسترسی به آبهای گرم داره؟ این سوال رو باید بکنیم، یا نه الان دیگه این محدودیت براش وجود نداره؟ الان کجا هست که کشتی‌های روسیه نتونن برن که بخواد از طریق خاک به آبهای گرم دسترسی پیدا بکنه؟ شما ببینید روسیه زمانی که افغانستان رو دستش داشت به همین منظور اومده بود که بتونه بیاد و پایین‌تر و پایین‌تر تا به آبهای گرم دسترسی پیدا کنه اتحاد جماهیر شوروی. اما به محض اینکه اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید، روسیه هم نیروهاش رو جمع کرد و عقب نشینی کرد، افغانستان رو ولش کرد، از اون آرزوی رسیدن به آبهای گرم دست کشید. برای اینکه با شکستن دیوارهای اتحاد جماهیر شوروی دیگه چنین آرزوی اصلا جایی نداشت براش و این یه به قول معروف یه تز انحرافیه که بگیم روسیه میخواد به آبهای گرم دسترسی پیدا کنه. نه، روسیه میخواد به بازارهای جدید و به مواد اولیه ارزون دسترسی پیدا بکنه و بتونه کانال‌های نفتی جهان رو به نفع خودش تحت کنترل بره. بله، به نظرم جواب تقریبا قاطع بود. آقای پادشاهی، نظر شما چیه؟ این نزدیکی روسیه با ایران آیا در دنباله اون آرزویست که داشتن که میخوام بهش تحقق بدن یا نه؟ من فکرم جمع ادران به درستی گفتن اون آرزو دیگه دورانش گذشته، آرزوی بود که متعلق به اون دوران بود و الان زمانش گذشته. الان خب همچنین آقای ادران گفتن روسیه برایش گاز در تمیش مهمتره که بتونه اروپا رو با اون گاز
و با محدود کردن یا نامحدود کردن گاز اروپا رو زیر فشار قرار بده و کنترل کنه. دیگه براش مثلا رسیدن به در خلیج فارس چند آبادی هم چندان اهمیتی نداره، چون این بود خب در بندر بوشهر تالیان تالت برای درست کردن اون پایگاه اتمی بوشهر بیش از 35 تالتی اونجا هستن و بیش از 6 برابر یا 4 برابر پول اون پای اون مرکز اتمی رو از ایرانی ها گرفتن و هنوز حاضر نکردن درست بغل بندر بوشهر. من فکر کنم که اون آرزو زمانش گذشته و بود به دنبال منابعی که بتونه جهان رو از نظر اقتصادی کنترل کنه که ولی من معتقدم براش خیلی مشکل خواهد بود و خب تلاش خواهد کرد. حالا در نهایت قبل از که شما تموم بکنید، آیا مثلا جمهوری اسلامی میشه یه چیزی مثل مثلا آذربایجان که جزی از اقمار روسیه است یا نه؟ الان هست، الان به عنوانی که از اقمار شوروی هست شما بگم نه. خیلی من گفتم وقت تموم، این سوال نمیتونم دیگه از اردلان بکنم، جواب روشن بود، وقت تموم شده. سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز، سپاسگزارم تماشاگران مهربانی که با ما بودن، سپاسگزارم امیر شورتی کارگردان فنی گپ خدا رو واسه افتار داد و یک سپاس بی پایان و یک درود دارم درود فراوان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدا ایران بشم.